طور خلاصه اگر بخوایم که در خصوص تشخیص ناباروری خدمت دوستان مطالبی رو ارائه بدیم، بعد بگیم که اولا کی فرد باید مراجعه بکنه برای اینکه ناباروریش رو بررسی کنه. خب این به این معنی هستش که بلافاصله بعد از اینکه حس کردیم که نازو هستیم، اشکالی هم البته نداره که مراجعه بکنیم، ولی یادمون باشه که نازایی و ناباروری تعریفی داره که فرد اون تعریف رو باید در واقع بهش لحاظ بشه تا وارد پروسه بررسی بشه. البته کسانی که ساب فرتیلیتی دارن یا کم باروری دارن گروه های مشخصی هستن، از جمله کسانی که قاعدگی های نامنظمی دارن، از جمله کسانی که خونریزی خیلی کم یا خیلی زیادی دارن، کسانی که دردهای لگنی دارن، به هر شکلی وضعیت قاعدگیشون غیر عادی هست و نهایتاً سابقه کیست های تخمدانی داشتن که حتی به عمل جراحی کشیده و یا اینکه مشکلاتی در رویش موها دارن، موهای مردانه زیادی دارن، یا آقایونی که برعکس رویش موهاشون کم هست، در به اصطلاح وزن بالایی دارن، چه مرد چه زن، استفاده از دخانیات و یا سایر به اصطلاح داروهایی که به صورت مزمن در زمینه بیماری ها ممکنه مصرف بشه، اینها همه مواردی است که ممکنه با کم باروری همراه باشن. بنابراین این گروه ها میتونن در زمان مناسب تر و زودتر به اقدام بکنن برای اینکه مشکلشون رو حل بکنن و وضعیت باروریشون رو به حد مطلوب برسونن. اما در خصوص روش‌های تشخیص ناباروری، اولا که نیاز هستش که تأکید بکنیم که حتما باید خانم و آقا همراه بشن در این قضیه. ما در ابتدایی که یک زوج رو نابارور اطلاق میکنیم به هیچ عنوان صحیح نیست که مرد همسرش رو یا خانم شوهرش رو در واقع مقصر برای این قضیه بدونه و ناباروری به هیچ عنوان نباید یک انگ به حساب بیاد. قطعاً باید خانواده ها حمایت بکنن زوج رو، به خاطر اینکه حمایت اونها میتونه به حل مشکلشون کمک بکنه و قطعاً میتونه نتایج درمانی رو بسیار بسیار مطلوب تر کنه. لازم هستش که اون رابطه عاطفی حتما بین زن و شوهر حفظ بشه. همراهی مرد برای خانم خیلی ارزشمند هست، چنانچه همدلی خانم هم در واقع میتونه مفید باشه برای آقایون و در پیگیری این پروسه کمکشون بکنه. اون چیزی که خیلی باید بهش تاکید بکنیم این هستش که سعی کنن استراب هاشون رو کنترل بکنن، از روش های کنترل استراب استفاده بکنن، حتما تحت مشاوره های روانشناسی قرار بگیرن و پیگیری مداوم شرط بسیار مهمی است در درمان. خیلی وقتا زوجها دیده میشه که امسال مراجعه میکنن، یک بخشی از بررسیشون انجام میشه، دو سال دیگه بخش دیگه، وقتی که میان بخش دوم رو انجام بدن بخش اول مختل شده. بنابراین این به صلاح شما نیست، هم از بابت هزینه ها و هم از بابت استفاده از پیامدهای درمانی و به صلاح نتیجه گیری در درمان ناباروری. حتما باید سعی بکنیم که این کار رو به صورت مستمر و مداوم انجام بدیم. حتما مرکزی رو که انتخاب میکنین مورد اعتمادتون باشه، به جهت یا پزشکی رو که انتخاب میکنین فرق نمیکنه، برای اینکه شرط اول در اینکه شما پیگیری مداوم داشته باشید اعتماد به اون پزشک یا به اون مرکز هست. و نهایتا روش های تشخیصی که استفاده میشه شامل آزمایشاتی است که برای خانم و آقا درخواست میشه، اهم از آنالیز اسپرم و مایع منی، انجام آزمایشات هورمونی برای خانم و آقا و نهایتاً روش‌های رادیولوژی برای ارزیابی سلامت دستگاه تناسلی خانم یا آقا ممکنه که استفاده بشه، سونوگرافی، عکس‌های رنگی و نهایت ممکنه که نیاز به حتی بررسی کروموزومی و ژنتیکی هم وجود داشته باشه در بعضی از موارد و بالاخره ممکنه که کار به استفاده از روش‌های تشخیصی تحت جراحی مثل هیستروسکوپی و لاپاروسکوپی هم بیانجامه و نهایتاً در مجموع فرد به هر حال با علت نازایی آشنا بشن و انشاءالله هم درمان مناسب بهشون ارائه بشه.